سلام، به خبر شش خوش آمدید. امروز پنجشنبه 18 ماه قوس سال 1395 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. خواست سنای ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور منتخب این کشور برای جابجایی نیروهای کافی در افغانستان. ما نیاز داریم که برای پیروزی سربازانمان در افغانستان صلاحیت‌های همیشگی و انحطاف پذیر به آنان بدهیم. تأیید نزدیکی مسکو با گروه طالبان از سوی سفیر روسیه در کابل. ما برای تامین امنیت نمایندگی های سیاسی و کنسولگری های ما و نیز برای تامین امنیت آسیای میانه و روسیه با طالبان رابطه داریم. افزایش چشمگیر پرداخت رشوت در نهادهای دولتی بر بنیاد یک گزارش دیدبان شفافیت افغانستان. گشایش بخش دوم کار بازسازی کاخ دارالامان از سوی رئیس جمهور غنی. راهیابی تیم فوتبال شاهین آسمایی به لیگ قهرمانان آسیا. مشروع خبرها. کمیته خدمات تسلیحاتی سنای امریکا از رئیس جمهور تازه این کشور میخواهد که دادن صلاحیت‌های همیشگی جنگ را به نیروهای آمریکایی در افغانستان و جابجایی نیروهای کافی را در این کشور در اولویت کارهایش جا دهد. در همین حال رئیس انستیتیوت مطالعات جنگ ایالات متحده آمریکا میگوید که ارتش پاکستان هنوز هم کمک‌های استخباراتی، آموزشی و تدارکاتی را به طالبان در این کشور فراهم می‌سازد و تا هنگامی که این کمک‌ها قطع نشوند، صلح در افغانستان نخواهد آمد. میر آقا پوپل گزارش می‌دهد. مسئولان بلندپایه نهاد بروکینگز، مرکز امنیت نوین آمریکا و نهاد مطالعات جنگ آمریکا دیدگاه‌هایشان را درباره تهدیدهای جهانی امنیتی با سناتوران آمریکایی در میان گذاشتند. این مسئولان پشتبانی مستقیم ارتش پاکستان را از طالبان و تمرکز باراک اوباما را به پایان دادن به ماموریت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان به جای تمرکز بر شکست دادن طالبان دو علت اصلی بدتر شدن اوضاع امنیتی این کشور می‌گویند. جنگ ها در عراق و افغانستان بسیار پیچیده ماندند. اگرچه رئیس جمهور اوباما با افزایش نیروهای امریکایی در سال 2009 به اعتبارش افزود، اما با اعلام برنامه خروج نیروهای امریکایی از این کشور، پشتیبانی از نیروهای دولتی افغانستان دشوار گردید. جان مککن رئیس کمیته خدمات تسلیحاتی سنای امریکا از دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب این کشور میخواهد که با سربازان امریکایی صلاحیت همیشگی جنگ را با طالبان و گروه های دیگر بدهد. ما نیاز داریم که برای پیروزی سربازانمان در افغانستان صلاحیت‌های همیشگی و انحطاف پذیر به آنان بدهیم تا این نیروها با دشمنانمان درگیر شوند. این صلاحیت‌ها باید در برگیرنده شمار مورد نیاز سربازان و نیز برابر با اوضاع افغانستان باشند. آرزو می‌کنم که حکومت آینده ایالات متحده آمریکا با در نظر داشت اوضاع افغانستان رویکرد نظامی ما را در این کشور به گونه‌ای روشن دنبال کند که در برگیرنده انعطاف پذیری در شمار نیروهای آمریکایی در افغانستان برای عملی سازی راهبرد دراز مدت ما در این کشور باشد. سناتوران آمریکایی در حال از راهبرد باراک اوباما در افغانستان انتقاد می‌کنند که اوباما شمار نیروهای آمریکایی را از نزدیک به 100 هزار به حدود 9 هزار تن کاهش داد. از سوی دیگر روسیه داشتن پیوند را با طالبان رسما تایید کرد. سفیر روسیه در کابل میگوید که این کشور برای تأمین امنیت نمایندگی های سیاسی اش در افغانستان با طالبان پیوند دارد. این مقام روس میافزاید که ایالات متحده نتوانسته است وظیفه اش را در افغانستان که پیکار با هراس افغانی بوده است به درستی انجام دهد. در همین حال سفیر روسیه میگوید که این کشور از گسترش فعالیت های گروه داعش در افغانستان و کشورهای منطقه بیم دارد. شبیر احمدی گزارش می‌دهد.
سفیر روسیه در کابل میگوید که روسیه از بهر تامین امنیت خودش با طالبان رابطه دارد. ما برای تامین امنیت نمایندگی های سیاسی و کنسولگری های مان و نیز برای تامین امنیت آسیای میانه و روسیه با طالبان رابطه داریم. الکساندر مونتسکی طالبان را یک جناح سیاسی می داند و بر گفتگو با این گروه تاکید می ورزد. روسیه همواره متحد بوده است که آشتی ملی و صلح لازم است و این روند باید با رهبری و ملکیت افغانان انجام شود. هرچند دبیرکل ناتو بر روز چهارشنبه از روسیه خواست تا از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری کند، اما مسکو، ناتو و غرب را در افغانستان ناکام می داند. ما از تمامی کشورهای منطقه می خواهیم که از حکومت وحدت ملی پشتیبانی کند و از مداخله در امور داخلی این کشور خودداری کنند. ما نگران هستیم که هدف داعش نه تنها افغانستان بلکه کشورهای آسیای میانه، پاکستان، چین، ایران، هند و حتی روسیه است. در همین حال سفیر روسیه میگوید که کم از کم 10 کشور به شمول آمریکا، بریتانیا، آلمان، ایتالیا، ایران، پاکستان، چین و قطر با طالبان رابطه دارند. دیدبان شفافیت افغانستان در گزارش تازه‌اش میگوید که مردم افغانستان سالانه نزدیک به 3 میلیارد دلار رشوت می‌پردازند. در این گزارش آمده است که تمامی نهادهای دولتی به شمول ریاست جمهوری و ریاست اجرائیه در فساد دست دارند و نیز فساد در کشور به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته. سفارت بریتانیا در کابل و اتحادیه اروپا هم از گسترش فساد در افغانستان سخت نگران هستند و اما بر همکاری‌های جدیشان در کار مبارزه با فساد در کشور تعهد می‌سپارند. ولی آریان گزارش می‌دهد. در این نظر سنجی با 7800 تن در تمامی ولایت ها در پیوند به فساد اداری گفتگو شده است. رشوتی که دو سال در سالانه مردم افغانستان می پردازند به حدود 3 میلیارد دلار حالا فعلا می رسه. سالانه 1 میلیارد دلار بیشتر رشوت می پردازند نسبت به سابقه. 70% شرکت کنندگان این نظر سنجی نهادهای عدلی و قضایی را نیز فاسد گفتند. فساد متاسفانه از رده های بالای دولت افغانستان شروع شده. این رده های بالا کی هستند؟ مقامات عالی رتبه در قوه اجرایه، مقامات عالی رتبه در قوه مقننه و مقامات عالی قوه قضایه. با این همه واکنش کاخ ریاست جمهوری در این زمینه چیز دیگری است. آنچه که فعلا مهم است، حکومت وحدت ملی یک اراده بسیار قوی و جدی برای مبارزه با پدیده فساد داره. در نظر سنجی دیدبان شفافیت افغانستان بیشتر از نیمی از شرکت کنندگان گفتند که فساد اداری در تقویت و پشتیبانی از هراس افغانی نیز نقش برجسته داشته است. انحصار نهادها، جمع فساد کوچک، رشوت را که مردم هر روز مجبور هستند بپردازند، این اردو جمع شده و مبدل شده به یک تهدید امنیت ملی. در این میان سفارت بریتانیا در کابل می خواهد که فساد پیشگان به کفر برسند. من بسیار خرسندم که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری گشایش یافته است. در این مرکز محاکم فساد پیشگان باید با شیوه بسیار شفاف و سریع باید انجام شود تا روشن شود که برای مقام های بلند پایه یا هر کس دیگری که به فساد آلوده هستند هیچ مسئولیت وجود ندارد. فساد یک چالش بزرگ در افغانستان است. این پدیده برای آینده این کشور به گونه ژرف اثر منفی می‌گذارد. مردم را از حکومت دور می‌سازد و به شورشگری کمک می‌کند. بر بنیادی نظرسنجی، گسترش فساد اداری در کشور ناخوشنودی‌ها را نسبت به این حکومت هم بیشتر ساخته است. برادران احمد ایشچی میگویند که جنرال دوستم و آقای ایشچی از 30 سال بدین سو اختلافهای سیاسی داشتند و هر دو در یک روستا بزرگ شدند. خانواده احمد ایشچی به این باور است که لتو کوب و زندانی شدن آقای ایشچی به همین اختلافهای سیاسی پیوند دارند. شریف امیری گزارش میدهد.
جنرال دوستم و احمدش چی یک جا در ولسوالی خواجه دوکو و در یک روستا بزرگ شدند. آقایش چی به حیث والی جوزجان، معاون والی بلخ، معاون حزب جنبش ملی و عضو لوی جرگه قانون اساسی کار کرده است. برادر ما 35 سال میشه عمره جنرال دوستم اختلافات سیاسی دارن. فعلا هم به خاطر امی برادر ما در میدان بزکشی و طلب کرد و بعد از او بعضی قماندان ها بودن اونجا دوستا قماندان ها چپانداز ها دستبوسی جنرال دوستو میکردن برادر ما پیش نامدن از خاطر لطکوب کردن. میگویند آقای ایشچی پس از جنرال دوستم در جوزجان پهلوانان و بهترین اسب ها را دارد. انجینر صاحب یک شخصیتی بود که بین مردم محبوبیت خوبی را داره. اونا زمیندار است، مالدار است، اونا بین مردم قومش ملتش را بسیار خوب دوست داره. اورا از سوی هم برخ از گواهان آن رویداد چنین دیدگاهی دارند. برخوردهای فیزیکی اونجا ما واقعا مشاهده نکردیم. اونجا ما اون یک چیزی را ندیدیم که جنرال صاحب دوستم یک کسی را زده باشه. اکنون خانواده آقای ایشچی خاموشی حکومت را درباره رویداد لاتوکوب و بازداشت احمد ایشچی پرسش برانگیز میداند. مشکل سیاسی بود. چیزی که اونا میخواستن یا چیزی که پدر ما میخواستن تفاوت بین دیدگاهشان بودن که امروز سبب این کار شد. 14 روز پیش رویداد لاتوکوب و بازداشت آقای ایشچی درست در همین میدان بازکشی در شهر شبرغان صورت گرفت و از آن روز به بعد تا اکنون هیچ رقابت بازکشی در این میدان راه اندازی نشده است و حتی هیچ کس هم نمیتونه که داخلی میدان شود. اما یگانه خواست خانواده آقای ایشچی از حکومت این است که تا درباره این رویداد نباید خاموش بماند. شریف امیری، تالا نیوز، شبرغان. رئیس جمهور غنی بخش دوم کار بازسازی کاخ دارالامان را افتتاح کرد. آقای غنی میگوید که این کاخ پس از بازسازی به موزیم و مهمانخانه ما بدل خواهد شد. در همین حال وزیر شهرسازی بر بازسازی این کاخ همانند اصل آن تاکید میورزد و میگوید که کار بازسازی این کاخ از سوی 100 مهندس که 25% آنان زنان هستند به پایان خواهد رسید. این کاخ برای نخستین بار با هزینه 16 تا 20 میلیون دلار و در 3 تا 5 سال از سوی مهندسان کشور بازسازی می شود. انیسه شهید گزارش می دهد. رئیس جمهور غنی، نخست بانوی کشور، وزیر شهرسازی و مسئولان شورای عالی توسعه شهری اینجا در ویرانه های کاخ دارالامان. قصر، مسجد ایدگاه و استقلال افغانستان از دستاوردهای بزرگ است و بامور چارچوب باید عملی شد. یکی از شرکت های خارجی پاکاری این برج ها را با مبلغ 1 میلیون دلار برآورد نموده بود و مسئولین پروژه توانستند با صرفه‌جویی 970 هزار دلار این کار را با هزینه 30 هزار دلار به اتمام برسانند. رئیس جمهور بر بازسازی تمامی ساختمان‌های تاریخی کشور تاکید می‌ورزد و می‌گوید که بازسازی بازمانده‌های باستانی باید ادامه یابد. احیای مجدد مسجد ایدگار شاید باشد. این مسجد قسمی که جناب دکتر صاحب مجدی گفتن جایگاهی بود که قهرمان ملی افغانستان امیر امان الله خان قاضی استقلال افغانستان از اوج اعلام کرد. کاخ دارالامان در سالهای 1304 تا 1306 هجری خورشیدی در زمان سلطنت شاه امان الله خان ساخته شد. بخشی از این کاخ نخست در زمان کودتای شهنواز تنی ویران شد و سپس در دهه 70 هجری خورشیدی در جنگهای داخلی بیشتر آسیب دید و یکسر ویران گردید. افتادن دروازه یک هواپیمای نظامی بر خانه در کوتل خیرخانه کابل بانوی را سخت ترسانیده، چنان که در نتیجه این ترس بدنش مفلوج شده. خانواده این بانو میگوید که روز سه شنبه هفته روان این دروازه یک هواپیما بر بام همسایه‌شان فرود آمد و آواز هولناک تولید کرد. در همین حال وزارت دفاع ملی از فرو افتادن مسلسل یک چراغبال ارتش در این بخش بر روز پنج شنبه نیز خبر می‌دهد. طارق مجیدی در این باره گزارش دارد. همه گمان می‌کردند که در اینجا موشکی برخورد کرده است و یا حمله انتحاری رخ داده است، اما نه،
همه ترس ایجاد شده ناشی از برخورد این دروازه یک هواپیمای نظامی بر بام این خانه بود. دروازه ای که وزن بسیار دارد. کلگی اوسا جمع شدن. پیش ما از سایت تو نوبه جشو جمعدن. یک دروازه تیارت دروز میشه که میخواهم بدانم که وزارت دفاع ملی در این باره اطلاعاتی دارد و یا نه. همینطور گفتن که افتیده و انتحال هنوز معلوم نیست که مربوط کی است. ممکن است مربوط امریکایی باشه. پس از اینکه این دروازه در این محل از کابل سقوط کرد، گفته میشه که چند هواپیما در این بخش به گزمه پرداختن تا بتونن که این دروازه جدا شده را پیدا بکنن. بانوی جوانی که در همسایگی این خانه زندگی دارد از آواز مهیب برخورد در هواپیما بر بام خانه همسایه سخت ترسیده است، چنان که دست و پایش مفلوج شدند. یک ترس میخوره، خب میمونه یک ساعت بعد نیم ساعت بعد برزی فشارش بسیار عصبی بالا میشه. فکر کردیم کدام بمب یا راکت افتاده. به شفاخانه می رویم که این بانوی 32 ساله در آن بستری است. اعضای خانوادهش از وضع روانی و جسمی وی نگران هستند. یک از این رشته‌های عصب از این بندش پیدا کرد، وجودش فلج کرد، از حرکت مانده. اما جالب اینجاست که پسانتر وزارت دفاع ملی می گوید که امروز نیز مسلسل یک چرخبال ارتش که از کندهار به کابل می آمد در همین محل افتاده است. ادامه خبرها. وزیر خارجه بریتانیا ایران و عربستان سعودی را بر راه اندازی جنگ‌های نیابتی میان سنیان و شیعیان در کشورهای خاورمیانه متهم سازد. بوریس جانسون میگوید که سیاستگران این کشورها از ارزش‌های مذهبی برای رسیدن به هدف‌های سیاسیشان در کشورهای خاورمیانه کار می‌گیرند و این یک روش نگران کننده است. در همین حال نماینده ایالات متحده آمریکا در سازمان ملل متحد ایران و روسیه را عامل اصلی ادامه بحران سوریه می‌داند. ایران و عربستان سعودی با پشتیبانی از گروه‌های خاصی در شماری از کشورهای خاورمیانه به شمول یمن، سوریه، لبنان، عراق و حتی در شماری از کشورهای آسیای مرکزی درگیر هستند. وزیر خارجه بریتانیا رقابت‌های سیاسی میان تهران و ریاض را در این کشورها نگران کننده می‌گوید. و تأکید می‌ورزد که سیاستگران این کشورها برای رسیدن به هدف‌های سیاسیشان از ارزش‌های مذهبی کار می‌گیرند. بوریس جانسون می‌افزاید عربستان سعودی و ایران از آن رو جنگ‌های نیابتی را در این کشورها بران داختند که این کشورهای بحران زده از خود رهبران امگان پذیری برای بسیج نمودن شیعیان و سنیان ندارند. سیاستگرانی هستند که از مذهب استفاده سو می کنند و میان مذهب ها فرق قائل می شوند تا به هدف های ویژه سیاسیشان برسند و این یک چالش بزرگ است. در همین حال ایالات متحده آمریکا که نیز از گروه های مخالف میانه رو در سوریه پشتیبانی می کند، عامل اصلی بحران سوریه را مداخله روسیه و ایران در این کشور می داند. حلب از بحر آن در آتش می سوزد که حکومت سوریه، روسیه، ایران و نیز حزب الله این روش را انتخاب کردند. اخیراً گزارش های پخش شده اند که نزدیک به 1000 شهروند افغانستان که از سوی تهران به سوریه فرستاده شده اند در جنگ های این کشور جان باخته اند. و این هم چند خبر اقتصادی. آلمان 5 میلیارد افغانی به صندوق بازسازی افغانستان کمک می کند. وزارت مالیه می گوید که این کمک بر بنیاد نیازمندی های شهروندان کشور و در چارچوب بودجه ملی در سال آینده هزینه خواهد شد. در همین حال آگاهان امور اقتصاد می گویند که حکومت برای جلب کمک های بیشتر جامعه جهانی به کشور پول های تعهد شده را باید به گونه درست و شفاف هزینه کند. زرمینه محمدی گزارش می دهد. آلمان در چارچوب صندوق بازسازی افغانستان در بخش‌های توسعه روستاها، ساخت زیربناها، کشاورزی، حکومتداری خوب و ظرفیت سازی 5 میلیارد افغانی کمک می‌کند. وزارت مالیه می‌گوید که این پول به گونه شفاف با در نظر داشت نیازمندی‌های ولایت‌ها هزینه خواهد شد. تلاش ما این است که این پول از طریق بودجه ملی افغانستان در ساحات به مصرف برسد که منفعتش برای مردم افغانستان هم برسد. و حکومت افغانستان نیز در بعضی موارد کمک کند.
در این حال شماره از آگاهان امور اقتصادی میگویند که اگر کمک های صندوق بازسازی افغانستان به گونه درست به کار گرفته شود، می تواند این صندوق در بازسازی کشور نقش سازنده ای داشته باشد. در صورتی که ما به کار بریم، ما یکی از خوشبختی های افغانستان به دست میاد، به خاطر از اینکه ما پروژه های دولتی را که به کار میبریم، پروژه های دولتی از این طریق میتونه به دست بیاید و خوب به دست بیاید. صندوق بازسازی افغانستان یک صندوق مالی برای تمویل پروژه های گوناگون در چارچوب بودجه حکومت افغانستان است که در سال 2002 میلادی از سوی 34 کمک کننده ایجاد شده است. با این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 66 افغانی با 65 پول، یک یورو 71 افغانی و 40 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 5 پول، 1000 روپیه هندی 1050 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 20 پول و 1000 روپیه پاکستانی 616 افغانی. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. تیم فوتبال شاهین آسمایی قهرمان لیگ برتر افغانستان روشن سهم حضور در لیگ رقابت های قهرمانان کلب های آسیا را به دست آورد. کنفدراسیون فوتبال آسیا امروز سهمیه بندی باشگاه های کشورهای عضو را در مسابقات لیگ قهرمانان و جام AFC اعلام کرد. نخستین مسابقه شاهین آسمایی به تاریخ 31 جنوری سال آینده میلادی مقابل تیم آسلات تاجیکستان انجام خواهد شد. این نخستین بار است که یک تیم لیگ فوتبال افغانستان به لیگ قهرمانان آسیا راه می‌یابد. رشد فوتبال در افغانستان به خاطر انگیزه بازیکنان، به خاطر انگیزه مربیان و بالاخره به خاطر یک رقابت سالم بین تیم‌ها در افغانستان، چون تیم‌ها بازیکن تولید می‌کنند، بازیکن‌ها همه میرن به تیم ملی و به فوتبال افغانستان یک خبر نهایت خوش است. مسابقات پلی‌آف است و تیم شاهین آسمایی که نماینده افغانستان است در تاریخ 31 جنوری انشالله که اولین مسابقه خود میزبانی میکنه. یه جای افتخار است به تمام خانواده فوتبال افغانستان که تانست خلاصه تیم شاهین آسمایی بتانه در این رقابت ها اشتراک کنه یا ای که سهمیه درش داده شود. رئالی ها در آخرین دیدارشان در مرحله گروهی لیگ قهرمانان مقابل دورتموند با تساوی 2-2 رضایت دادند و به عنوان تیم دوم راهی مرحله بعد شدند. در این دیدار ابتدا شاگردان زین الدین زیدان با دو گل کریم بنزما پیش افتادند، اما در ادامه دورتموند دو گل زد تا از این دیدار حساس به یک امتیاز برسد و به عنوان تیم اول راهی مرحله بعد شود. برای آگاه شدن از تازه‌ترین رویدادهای افغانستان و دیگر کشورهای جهان به 456 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.